افشای احکام جعلی و غیرقانونی دولت عراق برای دستگیری ساکنان اشرف. این احکام نه تاریخ دارد، نه شماره و نه اسم قاضی، و به دستور رژیم ایران توسط مخابرات عراق ساخته شده است. بسیاری از این احکام به اسم افرادی است که سالها پیش درگذشتند یا در اروپا زندگی می کنند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، اشرف، نقض تعهدات، شماره 16. مقاومت ایران از درون رژیم آخوندها به نسخه ای از احکام جعلی و غیرقانونی که به دستور این رژیم توسط دولت عراق برای دستگیری ساکنان اشرف ساخته شده است دست یافته است. این احکام که دستساز مخابرات عراق است و امضای دادگاه عالی جنایی عراق بر آن نهاده شده، برای افرادی صادر شده که ادعا شده در اردوگاه اشرف به سر میبرند و عضو سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. 80 فقره از این احکام روز 14 فروردین 1390، 5 روز قبل از حمله جنایتکارانه 19 فروردین به اشرف، از سوی وزارت کشور عراق برای رئیس پلیس دیالی ارسال شد و دستور اجرای آنها ابلاغ گردید. مالکی نخست وزیر عراق به تازگی در مصاحبه با رسانه‌های رژیم ایران گفت الان 121 حکم دستگیری در مورد اعضایی که الان در شهر اشرف هستند در دست داریم که مرتکب جنایاتی شدند. تلویزیون العالم 26 دی ماه 90. این احکام آنقدر ناشیانه تنظیم شده که هیچ یک از آنها حتی تاریخ و شماره ندارد. هویت قاضی امضا کننده نیز مشخص نیست و تنها یک امضای بی هویت تحت عنوان قاضی در زیر برگه‌های دستگیری دیده می شود. در کدام دیکتاتوری جز فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران احکام جلب نه تاریخ دارد و نه شماره و نه اسم قاضی؟ 38 فقره دیگر از این احکام روز 29 تیر 88، یعنی 8 روز قبل از جنایت علیه بشریت در اشرف، در حملات وحشیانه 6 و 7 مرداد صادر شده است که به وضوح یک زمین سازی آشکار برای آن کشتار بوده است. بسیاری از اسامی در این احکام تکراری است و برخی از این افراد هیچگاه نه در سازمان مجاهدین، نه در اشرف و نه در جای دیگری وجود نداشتند. برخی از افرادی که حکم برایشان صادر شده در قید حیات نیستند. آقای ابراهیم زاکری، مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، که در 2 فروردین 1382 در پاریس درگذشت، و آقایان سهراب حمیدی، صمد امام علی و محمد علی موسوی که سالها پیش به شهادت رسیدند از این شمارند. این احکام زمینه است. شماری از احکام متعلق به کسانی است که سالهاست در اروپا هستند و در اشرف و در عراق حضور ندارند. به عنوان مثال میتوان به خانمها شهرزاد صدر، فرح حاج یوسف و آقایان مهدی ابریشمچی، محمد محدثین و احمد شکرانی اشاره کرد. پاسدار دانایی فر، سفیر رژیم در بغداد، در روز 14 آذر 89 در مصاحبه با الصباح الجدید گفت
اخیراً دادگاه‌های عراق حکم دستگیری 38 تن از اعضای این سازمان را صادر کردند، ولی این حکم تا الان اجرا نشده است و همچنین ما به عنوان سفارت اخیراً و یک بار دیگر تعدادی مدرک را به مسئولین رسمی عراق و وزارت خارجه عراق تحویل دادیم که جنایاتی را که این سازمان مرتکب شده است ثابت می کند. یک ماه و نیم بعد وی پیشاپیش شمار احکامی را که قرار بود صادر شود اعلام کرد و گفت: ما رسماً اعلام کردیم که یک گروه 38 نفره و یک گروه 42 نفره از اینها مجرم هستند. روزنامه حکومتی همشهری 28 دی ماه 90. در روز 7 فروردین منیر حداد از مسئولان دادگاه عالی جنایی عراق در مصاحبه با النهار کویت گفته بود: من و رئیس دادستانی جعفر الموسوی و طرفهای دیگر قضایی در تهران بودیم. به ما گفته شد سازمان مجاهدین در کشتار مردم در جنگ کویت شرکت داشتند و به ما مدارکی دادند. رژیم آخوندی به عنوان پشتوانه این احکام ساختگی یک سریال شهادت از ماموران اطلاعات در داخل ایران زیر عنوان اعضای سابق مجاهدین تهیه کرده است. متون 11 فقره از این شهادت‌های دروغ در اختیار مقاومت ایران قرار دارد. مقاومت ایران همچنین سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه‌های مستقل حقوقدانان در سراسر جهان و وکیلان و قضات شریف عراقی را به اقدام فوری علیه بکار گرفتن قوه قضائیه عراق علیه پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو در اشرف فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 29 دی ماه 1390.